من میخوام مستاقی وارد شم. یعنی مردم وقتی به با یک عالم علوم انسانی مواجه بشن بگم من از تو چی میخوام، بگم چه مسئله ای میخوام برام حل کنی، تو چه کار ویژه‌ای برای جامعه شما من داری؟ با چه وضعیتی عالم علوم انسانی رو از شرایطش منتج میکنی و تمام مسئولیت های خراب شدن حیات اجتماعی رو معطوف میکنید به عالم علوم انسانی؟ تمام گزارش شما، داوری شما تو این زمانی که من بودم که اصحاب علوم انسانی کاری نکردن، بعد جامعه هم داره خراب میشه، بعد وای برسیم به داد علوم انسانی، یعنی دا استادای دانشگاه این شده. دست کسا نیست. ببین شما از استادتون یک تعریف بوروکرات دارید، کارمند اداری. او صبح میره سر کلاسش، درسشو میده، صبح تا شب هم درس میده. از 8 صبح تا 9 شب داره درس میده. شما ازش انتظار داشتین کارو داره میکنه. ببینید آقای دکتر، شهید مطهری تو شهید مطهری زمانه. شهید مطهری داره پاسخ میده به لحاظ یک فیلسوف و یک مجتهد. پاسخ یه جریان فکری رو در اون مسئله من اون چیزی که شما الان در مورد اشتمول بسنی بس میگید، آقای مطهری بس نکرده اصلا. آقای مطهری دغدغش دغدغه‌های دیگه‌ای. در مسئله علوم انسانی بس کرده نه. نه. چیزی که مارکسیسم مطرح کرده اسلام پاسخ میده رو داره پاسخ میده. اون چیزی مسئله حل نه مسئله حل نمیکنه. مسئله جامعه روز حجاب رو ببینید، ببینید پاسخ اسلام رو در مورد حجاب داره میده به لحاظ دینی. ولی شما همون کتاب وقتی میذارید الان روی اینجا که میخواد ازش دستور عمل در بیارید مشکل پیدا میکنید، چون یه کار دیگری لازم داره اینجا فیما بینش، یه کار دیگری که ما نکردیم. ببین مسائل که این گونه نیست که باید و نباید، هست و نیست، خوب است و بد است، که خودشون نشون نمیده. که همین آدمی که داره طلاق میده زنش رو یا شوهرش رو طلاق میده، همین آدم از اون میبینی که معتقدترینه، نه آدم فاسد طلاق میده. توجه میکنی؟ نه داریم که اصلا جامعه اینطوری است، جامعه دینیه، جامعه دایی اخلاق داره، اتفاق فاسداش نیستن که اخلاق طلاق میدن. اینطوری ما این نگاه که میکنیم و وقت میگه قصه دیگری میشه، مشکلات جای دیگری شیده، پهنه، اونا رو ما نمیتونیم ببینیم. چرا نمیبینیم؟ به خاطر اینکه تمام کسانی که ما به کار گرفته ایم یک فعل بوروکراتیک از اینا انتظار داریم. بعد از اینکه تازه اونایی که خیلی خوبن ازش میگیم برو آیسا بنویس، یعنی برو شما یک کار فعلی بوروکراتیک سخت‌تر انجام بده. درصد کسی که استاد دانشگاه است به شما بهش اجازه بدید که آقا تو 10 سال برو کار کن، اگه نتونستی شما اون اخراج کن، نه اینکه پشتش بگذارید تو کتابش صبح تا شب درسشو بده. صبح تا شب تو دانشگاهش باشه، در اتاقش باید ببینید که مواد جایی بره. بعد از اون طرف هم ازش ISI بخواید. خب ببینید این سیستم غلطه، نگاه به علم غلطه تو این کشور. بعد این نگاه رو بعد امروز مشکل حل کنیم. اگه میخوایم دانش هم تولید کنیم که بازم مشکل داره، دانش تولید نمیشه. آخه دانش تکرار حرفای قدیم به شکل جدید که دانش نیست. استاد همه حرفای شما درسته. خب چیکار باید کرد؟ اما همون کلیاتیه که خودتون میگید. آقای فیاض نظر شما چیه؟ چرا ما نمیتونیم همین الان، چرا آقای آزاد نمیان توی مسئله ای رو مثلا به طور رسمی و شفاف درباره یه مسئله خاص صحبت بکنیم، بگیم آقا ما تو این مسئله وارد شدیم، نذاشتن وارد شیم، یا مثلا فلان اثر رو تولید کردیم، فلان مسئله علوم انسانی رو حل کردیم. من فرمان شما کامل قبول دارم. من الان 20 ساله تو بحث ارزش‌ها دارم کار میکنم تو این کشور، بحث اعتماد اجتماعی. بله. و بحث کردم هر موقع که این بحث به جای رسیده مقاومت و اعتراض بوده که آقا اعتماد اجتماعی تو این کشور مشکلی نداره و شما حرفتون حرف غلطی است. شاهدشو دارم، گزارش‌های من هست تو بحث اعتماد اجتماعی. آقا جامعه مشکل اعتماد اجتماعی نداره، شما دارید به بیراهه میرید. درسته که اساساً ما میدونیم که مشکل جامعه ما مناسبات بین آدم هاست، مناسبات بین آدم ها و نهادها و ساختار و بحث دولت و مردم و این حرف هاست و موضوعی که جامعه شناسا بهش میپردازن. ما اینجا رو که اجازه نمیدیم روش کار بشه و جامعه شناس اجازه نمیده بره تا آخر کار. از اون طرف هم ما فضایی درست نمیکنیم که دانش تاریخ و مردم شناسی و اقتصاد و سیاست با هم پیوند بخوره، اینا رو با هم غریبه میکنیم. بعد خب معلومه که نه بنیانهاش به لحاظ مفهومی تولید میشه و نه این راه باز میشه. ببینید تو غرب اگه میبینید یک کسی یه موضوع پژوهش به نتیجه میرسه، به خاطر اینکه آدم ها با اون موضوع 100 سال 50 سال 30 سال کار میکنن. آزاد ارمکی تو جامعه شناسی شاید 30 تا موضوع تا کار کرده. توجه میکنید این که من مجبورم هی جامو عوض بکنم به این تو این سیستم پژوهشی چیست؟ برای چیه که این اتفاق داره میفته؟ چرا این اتفاق داره میفته؟ و بعد ببینید بعد از اون برم تو همش میخوان نامرمان وام باشم، من شماره درجه یک باشم، ولی موضوعی که من میخوام دنبال بکنم و وقت به این جاش که میرسم تازه میخوام کار بکنم، اینا دیگه اینجا دیگه جای گفتگو. کی میگه
افکار عمومی که ساختیم، یعنی نیروی وجود نداره که شما فکر کنید که حالا این نیرو اومده دم اتاق گفت آزاد تو دیگه از امروز کار نکنی، فضا جلوی کار شما رو میگیره. اون فضایی که ساخته رسانه میسازه اول، و اون چهار تا عاملی که گفتم اینجا صداش در میاد. بعدم با این حرفای عمومی که حالا این دکتر در مورد شورای انقلاب فرهنگی صحبت میکنم، من شاید مجاز نباشم این بحثو بکنم، ولی اصلا اون سند رو هم منم بودم خدمت آقای دکتر. ببینید اونجا یک مجموعه از مفاهیم مغلق پیچیده بی ارتباط با زندگی مردم داره مطرح میشه، بعدم میشه سند. باید مردم اینطوری عمل بکنن، سقف میشه مغلق گویی، واقعیت‌های اجتماعی پراکنده، مردم عصبانی. و کی باید این رو حل بکنه؟ اونا رو بریزیم دور، نمیگم سند نسازیم آقای دکتر، اونا بریزیم دور، بعد ببینیم نتیجه این فکر کنش ما کنش دانشمندان در ایران چی میشه؟ 5 سال، 2 سال، 10 سال. اگه جواب نداد دانشگاه رو تعطیل کنیم. ما همین خراب میکنیم درشو میکنیم، دوباره در قشنگتر برای دانشگاه میسازیم. آقای فیاض اگه زیاد ساکت بمونه ممکنه که بعداً اون وقت نه ایشون احتیاط میکنن و ادب میکنن بکنه که ما وقت مجبور باشیم بعداً 2-3 ساعت گوش کنیم به حرفاش. چی گوش کنیم؟ ما داریم گوش میکنیم الان. نظرتون چیه آقای دکتر درباره این نکات که آقای آزاد میگن؟ واقعا چه باید کرد تو این فضا؟ حالا من خب آقای دکتر گفتم کتابای زیاد نوشتن، حالا خود کتابشون تو چرخه دانشگاهی نیومده اصلا، اون رسمیت نمیشناسه دانشگاه، یعنی کسی که خودش داره میپردازه به واسای شما. حد این سرمقالات هم که الان من دیدم اینجا دوباره دوار فیلسوفا رفتید، یعنی دوباره علوم انسانی که فقط فلسفه است. غلطش همین جاست آقای دکتر، از همین جاست که غلط کار. ما فکر کنیم مشکل اونجاست که فیلسوفا باید مشکل رو حل بکنن، بعد فلسفیش میکنیم. فلسفی نمیکنیم، بلاز بنید یه جوری فلسفه مبهم میکنیم، مبهمتر میکنیم. این نیست راش این نیست. بعد فیلسوف اگر میتونه فلسفه رو فلسفه اسلامی تر کنه، یعنی مشکل اونجا رو باید حل بکنه که نمیکنه. بعد افتاده تو این که مثلا جامعه شناسی و تاریخ و مردم شناسی این گرفتاریاش چه چیزی باشه، یه مشکل اساسی داره دکتر، اینکه باید یه جوری بهش پرداخت. مثلا مرحوم فلاطوری که اومد ایران رفت و پلا جوادی آمالی گفته بود که ما اصلا تو غرب فلسفه نداریم که بی ارتباط به روز باشه، مهمل اگر باشه خیال پردازی. یعنی الان بحثی که توی فلسفه اسلامی است، مثلا این فلسفه صدا 300 سال توی مملکته، ترجیبند زاویه عرب آقای فیاض میاد فلسفه اسلامی صدراست. خب ما خب جواب به چی داده؟ الان فلسفه بالاخره اساسی ایران اینه دیگه، بعد از دوره صفوی که دوره ایران جدیده، بعد از هزار سال که حالا اسلام میاد و بخاطر دولت ایران دیگه نیست، ایران حتی کشور نیست، یه دوره صفوی میشه ایران و ایران جدید با فلسفه صدراست. که بوده گفتم قاجاری اصلا تجلی ساختاری فلسفه صدراست. همین میگم انحطاط داره و هم انحطاطونه. خب کی تو رو نخ کرد اینا؟ الان بعد از انقلاب 30 سال فلسفه مرسلا گذاشتیم مبنای حوزه‌های علمی که به تئوری پردازی کنه. تازه پر کرد. مشکلی که شما می‌بینید اینه که مبانی فلسفی ما نتونسته کارویژه‌های اجتماعی رو از خودش بروز ظهور بده. بله خب من گفتم دیگه این مسئله یه چیز معرفتی است. هم سوال از علم خیزد هم جواب. همچه خار و گل از خاک و آب. مال مولوی دیگه. میگه هم سوال از علم خیزد هم جواب. یعنی کسی که عالمه سوالش بیشتره. ممکن جوابش هم بیشتر باشه. هم سوال از علم خیزد هم جواب. مثل خار و گل دیگه. خب سوالم خاره، جواب گله، از خاکا برمیاد. آره فکر نمی‌کنی اون دانشی معرفت که تولوشی معرفت شیک انتزاعی در خود نظام شاهنشاهی هم معطوف به واقعیت نظام شاهنشاهی هم همین کار کرده بود. سلسله نصر شاهنشاهی بود که تو دید چه که تو جیگولی ترجمه کردن، خوشگل بود، رنگی بود، جلدش چقدر زیبا بود، مورد انجمن سلطنتی شاهنشاهی. خب برای همین جیگولی الان شما هم اتفاقا نگاه کنید، ما مثلا فلسفه فرهنگ تو فرهنگ تو ایران نداریم، نمیشه. فلسفه زندگی نداریم. خب نمیشه دیگه. فلسفه هنر، فلسفه اجتماع این چرا الان هایدگر تبلیغاتی بازاری؟ نه اون که بازار همون بردن فلواقع تعارض با چیز اونجا فلواقع اون دیدگاه فلواقع معارض با امر اجتماعی است، نه امر اجتماعی رو برسمیت بشناسیم. تکرار و کرار داد تا اندیشه های سوسن نست بوده، مثلا همین فلسفه فرهنگ و همین هنر و بعد بیم بحث همین انتظایی. وای که هنر چیز فانتزی نیست، تو زندگی روزمره است هنر. اصلا بدون هنر نمیشه زندگی کرد، چون اصل تمام دانش ها هنره. یعنی ما الان یکی از مشکلات که تو علوم اجتماعی دچار وهمیم هم که دیگه میگه چون هنری نشده. این هم فهمش شما با سینما دار مبهم ابهام بر ابهام میافزاید تا که بفهمیم هیچ. بعد میگی چرا مثلا یکی از این آقایون اسمش نبرم از تو خودم دولت فعلی هم هست، گفت ابهام راه نجات است. آره مشاوره مشاوره همین دولت فعلی هم هست. اینو ما تو اون سالایی که با هم توی سمینار اسلام و توسعه بودیم سال 75 که آقای محمد خاتمی هم که رئیس جمهور بود اونجا شورای همین چیز بود
یعنی اسلام توسعه، آره تو همین اسلام توسعه خلاصه جزء هیئت علمی بود آقای خاتمی، بعد دوست من بود که الان شده مشاور همین دولت فعلی. این میگفتش که ابهام راه نجات است، میگه هر چی ابهام مبرمرده نجات بیشتر پیدا می‌کنی، یعنی راحت تری دیگه، نه نجات شخصیه، نجات شخصی اجتماعی نیست، نجات کشوری نیست. هیچ سهمی مجموعه اندوخته های حوزوی دانشگاهی ما در تولید مثلا این در عدم تولید این مسائل نداره؟ مثلا مجموعه دانش هایی که ما در حوزه یاد میگیریم، مجموعه دانش هایی که در دانشگاه مثلا داریم یاد میگیریم، این تلمباری از مجموعه اون مقدار مسائلی که کشور حل میشه محصول کار همون پاینامه‌ای است که به شما جسارت میکنید و تو این گزارش شما جسارت شده. 2000 پاینامه که تولید میشه، ببینید کسانی که آماده میشن برای کار کارشناسی اتفاقا اونا دارن یه جوری دارن مسائل جزئی رو حل میکنن، ببینید طلاق رو جزئی تر از ساحت خودش میکنن بهش میپردازن، که البته این اشکال داره. من اتفاقا پاینامه رو از این منظر مورد اشکال میبینم که مسائل خیلی جزئی تر و ریستر میکنن به خاطر اینکه میخوان کار کارشناسی بکنن، فعل بوروکراتیک انجام بدن. توجه میکنید اونجا دارم حل مسئله میکنه مواجه بشن، به خاطر اینکه ببینید وقتی شما یه چیزی تحت عنوان بحثی که ما میکنیم آکادمی وقتی تو جامعه وجود نداره، ببینید یه ریسرچ پروگرام وجود نداره، فضای فکر که شما بالاخره ببینید کشور بعد از انقلاب اسلامی مسائلی داره که مسائل بعد از انقلاب اسلامی رسمیت شناخته نشده. ببینید اگه شما مسائل بعد از انقلاب اسلامی ما احتیاط کردیم، اخلاق رو وارد کردیم، ملاحظات سیاسی رو بردیم، انقلاب اسلامی از یک بحران در آمده، خودش بحران تولید کرده، مسائل تولید کرده، ما این مسائلشو به رسمیت نشناختیم، به خاطر به همین دلیل که انقلاب اسلامی فراموش کردیم. بحران چی تولید کرده؟ ببینید بحران معنا تولید کرده، بحران نیروهای اجتماعی تولید کرده، بحران روابط و زندگی تولید کرده. این مسائلی که امروز ما داریم مال همین لحظه امروز عمل فلان آدم نیست، مال 30 ساله که در این جامعه رفتین. مثلا نگاهی که آقای دکتر در مورد نگاه به زاد و ولد، به داشتن همسر، به عشق، به نفرت، به چیزی، به تربیت، این از کجا آمده؟ 30 سال تولید شده، ما اینو بهش بی‌اعتنا بودیم و گفتیم که کسی حق نداره در موردش بحث نه. ببین ما گفتیم این بحثا رو نکنید، برید یه چیزای دیگه کار بکنید. وقتی نکنه الان زدی بیرون. بعد ما به دانشجو میگیم آره کار کن، میره سراغ این که ببینه که آیا چه رابطه‌ای بین طلاق و محل زندگی وجود داره، مثلا شهری روستایی بود. این جزئی تر کردن اون مسئله است که وجود داره. در اصل اگه چون اتفاق میافتاد، ما الان فضاهای فکری تو علوم اجتماعی داشتیم که میتوانست بسیار از موضوعات رو پاسخ بده، نه اینکه این آدم ها توانایی کار ندارن. اتفاقا همین آدم وقتی که میرن میتونن مشاور بشن، کارمند بشن، کارشناس بشن و کار خودشون انجام بدن، به معلم هم میشن، اتفاقا استاد دانشگاه میشن. اونا چرا اتفاق نمیفته؟ به خاطر اینکه اساسا فضای ورود به بحث مسئله اجتماعی اوریان وجود نداره تو این کشور و ما او رو مبهمتر میکنیم به خاطر نگاه های ضد پوزیتیویستی، ضد مارکسی، به همینی که فوکویستا این کشور دارن بنیانگذار جامعه شناسی اسلامی و معرفت اسلامی و علوم انسانی هن. ببینید همون معرفت شبه مارکسی نجات بخش چیزی به نام جامعه ایرانی شده، شبه پوزیتیویستی میخواد نجات به جامعه علوم انسانی ایرانی رو، جامعه ایرانی رو، در حالی که اون راهش نیست اتفاقا، اون تو بازی خودش باید عمل بکنه، تو اینتלקچوالیش اشکالی نداره، ولی وقتی میخوام به واقعیت اجتماعی برسیم، واقعیت اجتماعی چگونه است؟ همین نحوه نشستن بنده اونجا، ما نشستیم داریم بحث میکنیم، گفتگو میکنیم، از منظر یک کسی مردم شناس و یکی آداب شناس قابل مطالعه است. چرا این توانایی وجود نداره؟ به خاطر اینکه ما به او یاد ندادیم. چرا به او یاد نمیدیم؟ به خاطر اینکه فرصت، به خاطر اینکه از من عمل بوروکراتیک انتظار دارن، توی عمل دانشمندانه کند سیستم آکادمی فضایی که الان وجود داره از من فعل بوروکراتیک انجام بخواید استاد بشید. شما 20 سال تمامتون رو باید بازی بوروکراتیک بکنید تا استاد بشید، وقتی مستقیم خسته شدید تموم شده رفته. آقای فیاض نظرتون در رابطه این طرح مسئله آقای آزاد چیه؟ یعنی این نوع نگاه به این که انقلاب اسلامی یه فضایی رو به وجود آورد، بعد خودش یک فضای جدیدی رو در درون خودش پدید آورد، بعد نتونست مواجه بشه با اون مسائل و مسائل جدیدی به وجود آورد که از پسش بر نیومد. خب معلومه دیگه، این تئوری تبدیل به یک واقعیت میشه، دارت واقع خوش تبدیل به تئوری میشه. حالا یا این آگاهانه عمل میشه توش. میخوام ناظر به اون بحث تولید مسئله بگم. خب من خدمت رو عرض میکنم. یه سری تئوری ها درست شد، شد انقلاب اسلامی. یعنی مرحوم شریعتی، مرحوم مطهری، مرحوم جلال آل احمد، حضرت امام. حضرت امام خود از زمان که اصلا خودش تئوری حالا فقیش و بقیهش یه برایندی بود از یه فرایندهایی. خب شد انقلاب اسلامی، یه واقعه تاریخی رخ داد. خب ما متاسفانه به خاطر جاهلانه بودن حوزه و دانشگاه هر دو با هم انقلاب اسلامی نفهمیدیم.
یعنی بعد انقلاب اسلامی قاطعا بعد مثلا بزرگترین تحول تئوریک تو حوزه های علمی ایجاد می‌کرد. ازش هم دور شدیم آقای دکتر. من می‌خواستم این کجتابی که احتمالاً برآیند صحبت آقای آزاد بود رو شما آن رهبری چند سال پیش رفتن قم گفتم آقا به این چارچوب سیاسی اسلام به من بدید. بعد خود ایشون توی ملاقات که با مجلس خبرگان داشتن گفتم که چنین چیزی به من داده نشود. گله‌ای کرد ایشون. پس یعنی الان ساختار حوزه مولد نیست، عقیمه. چرا عقیمه؟ حالا بعد داریم به فلسفه صدرا مثلا من نمایش که گفتم و این به اون اصول فقهی که با فلسفه صدرا بعد از مشروطه با واقع تاریخی با هم ترکیب شد که مرحوم علامه طباطبایی هم فهمید نقد کرد اینو، امام هم فهمید تو ارسال نقد کرده، هم امام نقد کرده هم علامه طباطبایی که این ترکیبی که شد با فلسفه صدرا و اون روش شناسی اصول فقه اون انحطاط تاریخی رخ داد که بعد علامه طباطبایی اومد اعتباریات نوشت و بعد جالب همین متحری باش درگیر شد باشه استادش درگیر شد و تا امروز هم اتفاقا الان اگر همون دوست جسته که من در تواره سوال کردم دید آقایون برنامه داشتن تو هم یکی از این سازمان های فلسفی ایران نقد اعتباریت علامه طباطبایی و الان داره همین فوکویسمی که ایشون میگن دارن نقد اعتباریت علامه طباطبایی میکنن. این نفهمیدن انقلاب اسلامی که هر دو نفر بهش نفهمیدن اون برای هم که بوجود آره یعنی زندگی مردم این چیکار میکنه با جامعه؟ یعنی این زندگی اگر مردم این فهم نباشه شما نمیفهمید که مردم چیکونه میکنن، مشارکت سیاسیشون نمیتونید پیش بینی بکنید، تو بعض مودشون نمیشه، نحوه راه رفتنشون نمیشه، مصرفشون نمیشه. شما تو یارانه ها رو نگاه کنید، از مردم میخواید همین رسانه خواست عمل بکنه، فکر کردن که راش اینه که به مردم بگن ثبت نام نکنید، به مردم ثبت نام کردن بعدم اعلام شکست سیاسی میکنید. اینطوری نیست آقا، این طور نیست. کسی نمیفهمه که این مردم مسئله شون چیز و زندگی اجتماعی مختصات و ویژگی‌هاش چگونه است. همونطور که بسیاری از کسانی که منتقدن و معترضن و حتی موافقین انقلاب اسلامی در فهم انقلاب اسلامی ناتمام انقلاب اسلامی نفهمیدن. بنای دوست عزیز من ببینید، ما مشکل اساسی این هستش که انقلاب اسلامی رو فراموش کردیم، ما از انقلاب اسلامی گذر کردیم، بسیاری از انقلاب اسلامی گذر کردن. تازه یاد شما ده که در 100 سال پیش انقلاب مشروطه وجود داشته. انقلاب اسلامی نزدیکترین داعیه دموکراسی، عدالت، توسعه داشته. ما از این فراموش کردیم، رفتیم سراغ مشروطه، میگیم از توی میخوایم مردم سالاری در بیاریم. حالا اون کار خوبی است، ولی اساسا اینکه شما فراموش کنید بخاطر اینکه دور و برتون رو عینکی یا چشم یا بینایی بصیرتی که بتواند پیرامون رو ببینه. چرا؟ به خاطر اینکه ما دچار یه فهم مارکسیستی و شبه مارکسیستی در علوم انسانی شدیم و یه فهم پوزیتیو و شبه پوزیتیویستی. اون کسانی هم که مدعی دانش انتقادی در باره نفی مثلا اتفاقا این رو دارن ترویج میدن تا اینکه کمک بکنن که ما به واقعیت ها برسیم. ببین خواجه نصیرالدین طوسی اخلاق ناصری می نویسه، همه بحثاش رو میکنه، بعد وقتی که برمیگرده می میرسه به این زندگی، رابطه انسان با انسان، بعد شروع میکنه مفهوم سازی کردن. این من میگم آقای علوم انسانی اسلامی چرا از اینجا شروع نمیکنه؟ چرا شما بحثای شبه مارکسی و شبه فوکویستی رو میکنید؟ بعد من خاله من به حوزه کار ندارم اصلا، ما اینجا بعد از اون طرف بشم. تازه شما میخواید کار بکنید، واقعا قلبه بوروکراسی و نظام دانشگاهی داره تعطیل میکنه کسانی که توانایی رو دارن و میتونن این کار رو انجام بدن. شما تا اینا رو مورد نقد قرار ندید نمیتوانید. بله بوروکراسی تو اوضاع اومده الان داره اوضاع درست میکنه. این همه تولید دکتر و صاحب مدرک، آخه ببینید ما اگه این همه دانشمند داریم چرا از حل مسئله ابتدایی اجتماعیمون غافلیم؟ نشون میده یه گرفتاری در اونجا وجود داره. نه اینکه بنده خدا درس نمیخونن، نه اینکه ما زحمت نمیکشیم، همه زحمت میکشن، ولی ما مرکزیتمون را دست دادیم. مرکزیت ما کجاست؟ به نظرم روی این باید نشست و بحث کرد و تأمل کرد. اگه ما اینجا رسیدیم وقت میتوانیم اون برنامه جامعه را بنویسیم، وگرنه برنامه جامعه حرف روی حرف و روی حرف و روی حرف هزاران سال مینویسیم و همه را متهم میکنیم و چیاتش در بنویسیم. آقای حقیقت تشریف دارید شما؟ آقای دکتر حقیقت قطع شده ارتباطمون؟ بله در خدمت شما. آقای دکتر حقیقت در خدمت عذرخواهی میکنم. اساتید ببینن من این سوال رو درست مطرح میکنم. ما رسیدیم در میز گفتگومون به این که یکی از علل اصلی عدم شناخت مسائل جامعه امروز در ایران، عدم فهم صحیح برایندهای پدیده انقلاب اسلامی در ایران. یعنی وقتی این که نظام علمی ما چه در حوزه چه در دانشگاه فهم درستی از یک پدیده بزرگ که رخداد تاریخی و یک تحول تاریخی رو رخ داده در ایران درک نمیکنه یا باش همراه نمیشه، بنابراین مسائل جامعه‌ای که برساخته از این انقلاب هست رو نمیتونه بفهمه و نمیتونه اینها رو حل بکنه.
نظر شما در این باره چیه؟ البته قبول دارید این بحث رو؟ بله، من قبول دارم. ببینید، یکی از نکاتی که بنده اشاره کردم و نکته محوری و مبنایی بود مسئله نسبت سنت و تجدد بود و بحث دوستان ما هم به خوبی به اینجا رسید که ماهیت انقلاب اسلامی مشخص نیست و بنابراین در طول این 30 چند سال هم ما به خوبی نتوانستیم مسائل و مشکلات علوم انسانی رو حل بکنیم. یعنی نسبت سنت و تجدد چون به عنوان یک مسئله مبنایی برای ما حل نشد، تحلیل انقلاب اسلامی هم هنوز برای ما مشخص نیست. البته آقای آزاد معتقدن که این ارتباط، ما از یک طرف گرایش های تجدد گرایانه داریم خصوصا در مردم، یعنی مردم ما در تجدد گرایی نسبت به حکومت ما جلوتر هستند، اما مجموعا هم در بین مردم هم در بین نخبگان و هم در حکومت ما نوعی تجدد گرایی وجود داره. اما از طرف دیگه مسئله اینه که ما جنبه ای از وجود خودمون را در ضدیت با غرب و با ضدیت با تجدد پیدا کردیم و بنابراین بخشی از هویت ما با تجدد ستیزی معنا پیدا کرده. این که انقلاب اسلامی در بین سنت و تجدد کجا جایی داره یکی از مسائل و مشکلات اساسی ماست. این که دوستان فرمودن که ملا صدرا، ببینید چه ایده های الان در جامعه ما وجود داره. برخی انقلاب اسلامی رو برخواسته از فلسفه صدرایی میدانند، برخی معتقدند که نسبت نامشخص و تعریف ناشده بین فلسفه صدرایی با انقلاب اسلامی ممکنه وجود داشته باشه. ما مشکلی که داریم اینه که به تعبیر بنده فلسفه سیاسی صدرایی نظاممند، یعنی سیستماتیک، مهم و بدیع نبوده. یعنی سه صفت نداشته فلسفه سیاسی صدرایی: یک، اینکه نظاممند نبوده، یعنی سیستماتیک نبوده. دو، اینکه بدیع نبوده، نو نبوده، نکات نوی نسبت به فارابی نیاورده چندان. و یکم اینکه از اهمیت چندانی اندیشه سیاسی صدرایی برخوردار نبوده. بعد چنین نقدی رو مثلا مثل من نسبت فلسفه سیاسی صدرایی ما داریم، بعد انقلاب اسلامی را بدون داشتن شواهد کافی و لازم منتسب ملا صدرا میکنیم، در حالی که انقلاب اسلامی ایران محصول اندیشه ولایت فقیه امام خمینی که در از یک نظریه فقهی مبتنی بر نظریه های کلامی. یکی از مشکلاتی که باز با آقای دکتر آزاد من دارم اینه که ایشون میفرمایند که دانشجویان ما وارد مسائل ریز شدن. اتفاقا من اعتقادم اینه که چون جامعه شناسی ما مبتنی بر مسائل فلسفی، یعنی فلسفه سیاسی، یعنی فلسفه مضاف نیست، مشکل داره جامعه شناسی ما. یعنی جامعه شناسی ما وقتی معنا پیدا میکنه که مبتنی بر فلسفه سیاسی باشه. این مشکل جامعه شناسی ماست. بعد جامعه شناسی اگر به مسائل روبنایی بپردازه، میزان طلاق الان 11.2 میلیون جوان در سن ازدواج ما داریم که متاسفانه نمیتوانن ازدواج بکنن و بعد باز انتظار داریم که افزایش جمعیت اتفاق بیفته، خب این غیر ممکنه، نمیشه. این گونه مسائل اجتماعی باید مبتنی بر مسائل فلسفه سیاسی بشود. ممنون آقای دکتر. چیزی که در فلسفه صدرایی باید میبود و نبود. خیلی ممنون آقای دکتر. خواهش میکنم. متشکرم. من تو این زمینه بحث دارم. اولا اینکه به نظر من این قصه سنت و تجدد هم یکی از اون خواهش میکنم از بحث اصلیمون خارج نشه. کلیشه ای شده که متاسفانه داره انقدر این کلیشه گفته شده که داره همه چیزو خفه میکنه. به نظر من اصلا مشکل جامعه ایران سنت تجدد نیست. انقلاب اسلامی نمایندگی میکنه پایان تعارض سنت و مدرنیته. اصلا بین همه دغدغه‌های ما اصلا این بحث گذشته است. خیلی ما دوری می بحثا رو میکنیم. یکی این،
دو اینکه من که میگم که جامعه علوم اجتماعی در ایران درگیر جزئیاته، اتفاقا زیادی درگیر جزئیاته. مسائل باید به شکل بنیادی خودشو نشون بده. ببینید انقلاب اسلامی وقتی که تو ایران میاد ساختار اجتماعی رو به هم میزنه، نظام طبقاتی رو به هم میریزه، گروهای ما ببینید تو علوم اجتماعی باید این فرصت و این دغدغه در بحث در باب نظام طبقاتی این کشور رو بگم کی کجا و کدوم نیروی اجتماعی کجاست. به همین دلیل سرمایه تو این کشور گم میشه. به همین دلیل هستش که فل واقع شما نگاه کنید که ارزش‌ها دچار بحران و گرفتاری میشه. این گروه‌های اجتماعی کجان؟ آقا روشنفکری کجاست؟ روحانیت کجاست؟ که ببین ما اصلا این تصویر چرا؟ به خاطر اینکه اون علتشو به رسمیت نشناختیم تا این معلول‌ها رو بتونیم مورد بررسی قبلیم تا بتونیم به بحث‌های ثانویه برسیم. ما بحث جمعیت رو که الان مشکل داریم نمیدونیم، الان پیری داره میزنه و داره به بحث پیری ما داره میرسیم، چرا جامعه مقاومت میکنه و نمیاد وارد جریان زاد ولد و تولید مثل بشه؟ چرا نمیاد؟ به خاطر اینکه شما یه دغدغه هایی و مسائلی تو این 30 سالی داشتید به سادگی نخواهد ممکنه بیشتر دقیقا کارویژه عالم علوم انسانی در مثلا ورود به مسئله جمعیت نشون گرفتن اون ریشه های عدم ورود جامعه به حوزه جمعیت. فهم این که چرا داره میکنه. ببینید جامعه داره فی الواقع خودش رو به چی نباید وارد بشه عالم علوم انسانی تو همین حوزه. عالم علوم انسانی به بحث مبهمات، کلیات، اجباری در فعل بروکراسی، اون جزئیاتی که شما میگید نباید وارد بشه. ببینید وقتی شما مثلا فرض بفرمایید که مسئله تو میشه که چرا طلاق اینه، که این طلاق چه کسانی که تو جامعه چه گروه اجتماعی طلاق بیش و کم دارن، این که تو خود صورت مسئله وجود داره که ما اطلاعات دقیق ارائه بدیم، ما اطلاعات دقیق ارائه نمیدیم کجای جامعه انباشت طلاق وجود داره و کجا وجود نداره. وقتی گفت وقت ما بعد از اون میتونیم شروع کنیم به بحث کردن، به گفتگو کردن. ما ببینید نظام بوروکراتیک وقتی جلوی گلوی علم و دانش رو گرفته اینجاست. شما تا 4 روز پیش میگفتی تورم تو کشور وجود نداره، تورمی نیست. باید بگید آقا تورم 40%. آقا رکود اقتصادی ما رشد کردیم، بعد میگید رفتیم منهای 6% رفتیم پایین. ببینید اینجاست که دانش رشد نمیکنه. اگه شما این اطلاعات رو شناور بکنید، آدم ها در جهت دسته به اطلاعات آزاد باشن، توصیف اطلاعات اولین گامه. بعدم این وضعیت به لحاظ تاریخی چگونه است، بعد به لحاظ زندگی روزمره چه وضعیتی داره. وقتی اینا سرجم بکنی، سرهم بریزی، بعد میتوانی یه داوری در باب مسئله بکنی. بعد حالا این که مسئله منطقش چیست یه بحثه، این که اساساً دلایل تاریخیش کدام است بحث دومه، بعد رابطش با سیاست گذاری بحث سوم، و خیلی چیزای دیگری که وجود داره. ما به اینجا نرسوندیم خودمون رو هنوز. من سوالم اینه که حالا ما همه این اطلاعات داشتیم، تربیت جاریه شد. نه تربیت شد. جاریه در حوزه و دانشگاه ما این هست که بر اساس مبانی و پیش‌فرض بومی وقتی که شما وقتی که مسئله رو صورت مسئله داشتی خودش الزامای خودش رو فراهم میکنه. ببینید شما فکر نکن علم چجوری اثرگذار میشه، چجوری دانش اجتماعی، فکر کنید دانش اجتماعی دانش منطقی عقلی آدمای عجیب و غریب رو میخواد. آدمی مثل دورکیم که شما نقدش کردید، ببینید که نقدش کردید، آدمای معمولی ان، آدمای عجیب و غریبی نیستن، آدم های معمولی هستن که زیست رو اجتماعی میکنن و بعد ترسیم میکنن و بعد قضاوت میکنن و تحلیل میکنن. امروز برای ما آدم های عجیب قلمداد میشون. توی علوم انسانی وقتی این شد الزام های خودش رو فراهم خواهد کرد. الزام های خودش رو فراهم خواهد کرد، این آدم هایی که شما داره کار بروکراتیک میکنن وقت درگیر میشن برای اینکه داوری های دقیق بکنم و درست بکنم. چرا؟ به خاطر اینکه اگر نکنن جامعه دچار مشکل میشه، سیاست دچار مشکل. وقتی سیاست میگه به من ربطی نداره، خودم تصمیم میگیرم، آمارم هم خودم میسازم، راه خودم هم میرم، تو بس فلسفه و دانش و منطق و عقلش هم اونجا خودش میکنه، دانشگاه میگه من خودم فعل بروکراتیک میخوام، خودم استاد بشم و پرونده خودم برو میکنم، خب معلومه که اتفاقی چیزی نمیفته. مسئله من اینجاست، ما باید اجازه بدیم مسئله خودش رو نشون بده. مسئله چجوری نشون میده؟ اونجایی که جلوش گرفتیم رهاش کنیم. وقتی رهاش کردیم اون وقت آدمی که میخواد رو مطالعه کنه و داوری بکنه، وگرنه شبه کسانی که وجود دارن. و بعد ببینید یه بحث با دکتر فیاض ما خیلی وقتی میکنیم. ببینید وقتی اینجا تو این کشور این تفکر وجود داره که آقا این کشور دچار انقطاع فکری به لحاظ تاریخی شده، یعنی همه چیز باطله، انقلاب اسلامی باطل، فعل باطلی است، جمهوری اسلامی فعل باطلی است، و اون وقت اون ادبیاتش رو براش تو این کشور دارن کف میزنن و همه جا دارن میخرن و میفروشن. ببینید از اون طرف کسانی که دارن کار جدی اجتماعی میکنن اونا مطرود و محکومن.
خب اون تفکر وقتی که حاکم شبه مارکسی و شبه پوزیتیویستی هم وجود داره، بعد اون اندیشه‌ای هم که آقای دکتر ازش میکنه اونجا هم وجود داره، خب دیگه خب مسئله گم میشه و دیگه شما نمیتونید انقلاب اسلامیتون رو پیداش بکنید، اثراتشو جستجو بکنید. بحث خیلی مهم میرسید، یعنی اینکه اولا که این شبه مارکسی و شبه پوزیتیویستی اینها باید خوب تبیین بشه که منظورش چیه. وقتی که اگر جریان حاکم در علوم انسانی اگر ما در فرآیند شبه مارکسی و پوزیتیویستی طی میکنه، یعنی چی؟ جریان انتقادی علوم انسانی. انتقادی علوم انسانی دقیقاً. یکی این که این بحث رو باید بکنیم که وقتی ما از انقلاب اسلامی حرف میزنیم باید این رو هم تبیین بکنیم که انقلاب اسلامی بنا بوده، وضعیت آرمانی جامعه برساخته از انقلاب اسلامی چه باید باشد، زندگی مردم، زندگی خوب که الان نیست، زندگی خوب نیست، زندگی راحت آسان. آره. ما سخت زندگی میکنیم الان. انقلاب اسلامی اومده بود که مردم زندگی راحت بلش زمان شاه، مگه پول و چه و چیره نبود، ظلم بود زندگی راحت نبود. انقلاب اسلامی اومد که ظلم نباشد، زندگی مردم راحت باشه، راحت مردم زندگی کنن. دایید انقلاب اسلامی و دین و ارزش ها و حضرت امام بود که آقا مردم راحت تر زندگی کنن. ما سخت زندگی میکنیم تو این کشور، مردم سخت زندگی میکنن. این راحت زندگی کردن چیزیه که باید بهش پرداخته بشه، نه اینکه ما دوباره به مغلق گویی کنیم بعد تازه سختی رو نتونیم بفهمیم. اگر جایی سختی دیده شد بگیم آقا کی میگه سختی وجود داره، سختی وجود، شما خوب شده وضعیت، این حرفو میزنی، یادت رفته قدیم سخت‌تر بود. این حرفو ما داریم الان به جامعه میزنیم، به گروهایی که به اصطلاح نقد میکنن ما داریم میزنیم. آقای فیاض ما 3 دقیقه وقت داریم، آقای دکتر بفرمایید 3 دقیقه چی بگم دوباره. ببینید الان بحث خواستم این اتفاق موقعی که مثلا یه جریان تاریخی ما انجام دادیم ولی متاسفانه نفهمیدیمش، همین که بحث انقلاب اسلامی مطرح کردن آقای دکتر، چقدر براینده بود تا یعنی فرآیند چقدر برای فرآیندها بود نفهمیدیمش. خب دوچار چه مشکلات شدیم الان که حسنای جامعه داریم خوب میبینیم، زیبایی داریم زشتی می‌بینیم، مثلا مشارکت عمومی رفته بالا، الان جامعه پر آقا نخبه شده، نخبه اصلاح طلب، نخبه اصولگرا، نخبه اعتدالی، حتی الان دولت دیگه مثل دولت اول انقلاب نیست که با این مشتر آدمای مثلا غیر نخبه هم راحت باشه، مثلا مردم فقط باشن، نه الان نخبه‌های صاحب ادعا، الان بعد دولت خودشو طراحی کنه، بعد خود ببین دولت عصبانی میشه، الان دولت فعلی حتی یعنی میاد تو مثلا رئیس جمهور میاد عصبانی میشه، داد می‌کشه آقا بذاتم با یه جامعه رو برو شدی که پر نخبه شده دیگه، الان همه تحصیلکرهای دانشگاهی داره پر میشه، 10 میلیون رهبری گفتم که الان تحصیلکرهای جدی دانشگاهی، الان چرا علوم انسانی اشکال نداره پر بده زیاد بشه. من رفتم دیروز شهر کرد بودم، صبح تو شهر کرد من سخنرانی داشتم و اینا، و واقعا مات موندم یه شهر کرد بله دانشگاه خیلی مفصل و بعد مردم عادی تو خیابون با ماشین گفتم بچرخید، من خواهم ببینم، تو پارک رفتم، سر کور رفتم، ابالا همه دیدم اینا، خیلی صحبت کردم. بعدم این شهر داره چه جهش میکنه، اصفهان دید به دور دو چهار شده تو بود شخصیتی، الان این شهر داره جهش میکنه آینده. مثلا ببین الان شما همه چی بده، مثلا این طلاق که شما گفتید توی بوشهر یه بار جهش دو هفته اخیر تو بوشهر بوده طلاق 6 و 4 دام، بعد کمترین طلاق تو فارس بوده، بوشهر فارس کنار همه، چه اتفاقی تو بوشهر رخ داده؟ خب اینو باید بفهمید، بعد استانداری بده. ببین اینا یه بحثه است که بحث همین قصه است، ما اگر نفهمیم زیبایی جامعهمون که انقلاب اسلامی ایجاد کرده چیه، بعد یه کاری تئوریسین کاسر ما آوردن ها، من میدار همین شما نگاه که تمام کتابایی که غربیا در تو انقلاب اسلامی نوشتن زشت زیبایی ما رو زشتی داره، چون چارچوب طوری که برعکس داره، بیشتر خریدار و مصرف کننده هم داره، متاسفانه همین نباشه که کتاب پر این کتاب است الان. بله گفتم شو دیگه. ممنون آقای دکتر حقیقت، از شما هم خداحافظی می‌کنیم آقای دکتر آزاد، خیلی زحمت کشیدید آقای دکتر فیاض، زحمت کشیدید. سیاست، رسانه، حوزه و دانشگاه 4 مسئول اصلی کمک کننده به فهم مسائل جامعه برای ارائه به عالمان علوم انسانی هستند، هم میتونن سنگ بندازن جلوی این فهم مسئله، هم میتونن مسائل رو حل کنن. ریشه ای ترین نکته ای که اساسی دومون پرداختن اینه که وقتی ما نفهمیم پدیده ای مثل انقلاب اسلامی جامعه ما رو چگونه تحول میکنه، طبیعتاً مسائل برساخته از جامعه پدید آمده به وسیله انقلاب اسلامی هم درست نمیفهمیم. علاوه بر علوم انسانیمون، علوم انسانی پاسخگو مسائل جامعه برساخته از انقلاب اسلامی نیست. خداحافظ.